شعار همیشگی ما، زنده باد ایران ایرانی با شرف، و لعنت به هر چی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به جمهوری اسلامی به هر نحوی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه. در حالی که رسانه‌های داخلی اعلام کردند که مردم در مناطق مختلف ایران به مناسبت 45مین سالگرد انقلاب 57 شعار الله اکبر سر دادند، ویدیوهای مختلفی از مرگ بر جمهوری اعدامی، مرگ بر خامنه‌ای و رضا شاه روحت شاد در پاسخ تعدادی که الله اکبر میگفتند منتشر شده. یکی از این مناطق شهرک اکباتان بود. تهران پاس هم از مناطقی بوده که جمعی شعار دادن. این کاربر با این ویدیو نوشته: خشم ما از قدرت شما بزرگتره. از هشتگایی که به مناسبت 45مین سالگرد انقلاب 57 پررنگ شده، هشتگ مرگ بر فتنه 57ه. کاربری که انقلاب 57 رو بزرگترین کسوف قرن عنوان کرده. رضا بهروز هم ویدیویی رو با صدای محمد رضا شاه پهلوی به اشتراک گذاشته. با هم ببینیم. ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدهند. باز مقایسهش با ملت ایران. بنرسوزی در سالگرد انقلاب 57 هم از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. اینو میگم برای محمد مهدی کرمی و محمد حسینی. کاربری هم با این تصویر انقلاب 57 رو سرآغاز تیره روزی ایرانی ها عنوان کرده و نوشته: جای روشنی و رفاه و شادی و جشن و رقص و موسیقی و هنر و امنیت رو تاریکی و تیره روزی و غم و اشک و آه و زاری و روزه و عزاداری گرفته. و یا کاربری که نوشته: بهمن روزی سیاه در تاریخ ایرانه، روزی که دیو آمد و حکومتش 45 سال ویرانی، کشتار و فلاکت به همراه داشته. بخشی از ویترین شبکه‌های اجتماعی هم به هنر اعتراضی اختصاص داره که به مناسبت 45مین سالگرد انقلاب 57 کاربران آثار مختلفی رو منتشر کردند. البته بودن طرفداران جمهوری اسلامی که نظرسنجی گذاشتن، ولی نتیجه باب میلشون نبوده. از کاربران پرسیدن کدوم حکومت تاریخی ایران برای شما جذابتر بوده و هست. سه گزینه داشته: جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی و حکومت قاجار. پیام بیشتر کاربران هم گزینه حکومت پهلوی رو انتخاب کرده بودن. بله، یاد آزادی دفتر نخست‌وزیر روسیه همونجوری که گفتی ده‌ها تن از فعالان پادشاهی خواه و حامیان اسرائیل تجمع کردن به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب. شما اینجا در کنار اسرائیل و اوکراین رو می‌بینید. توی مقدمه هم گفتی که فعالان سیاسی و هوابشه اوکراینی هم دیگه هست. زنده با دیران ایرانی با شرف و لعنت به هر کی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به جمهوری اسلامی به هر نه کمک میکنه تا دیکتاتوری ادامه پیدا کنه. این همایش هست و صحنه برای آزادی ایران. خانم از این برنامه بگید. ما اینجا داریم پرچم های اوکراین، جمهوری اوکراین، روسیه خورشید و اسرائیل رو در کنار برنامه امروز بگید. ما امروز متحدتر از قبل، متحدتر از دیروز، 4 سال گذشته در کنار همدیگه قرار گرفتیم، هستیم محکم علیه جمهوری اسلامی، علیه سپاه،
علیه گروهی که بچه های ایران رو میکشه، بچه های ایران رو کشاشون رو کور میکنه، علیه کسانی که بیگناهان رو زندان میکنه و در زندان ها شکنجه میده، علیه کسانی که هیچ حق برای شهروندی مردمانش قائل نیست، علیه کسی که ضحاک روزگاره و هدفش نابودی ایرانه. بچه های ایران آگاه تر از دیروز، محکم تر از دیروز حرکت میکنن در کنار هم دیگه، خارج از هر دید عقیده‌ای که دارن، فقط برای یک چیز، برای نابودی جمهوری اسلامی، برای نابودی سپاه، برای نابودی جمهوری اسلامی که خون بچه های ایران رو کرده توی شیشه و با پول خون بچه های ایران در کشورهای خارج نوا و نتیجه هاشون دارن زندگی میکنن. این پول باید به بچه های ایران برسه. بله، ما امروز اینجا این برنامه از یک ساعت پیش شروع شده و قرار هستش که یک ساعت آینده ادامه داشته باشه. عکس قربانیان به نمایش گذاشته شده، شیوه‌های دار به نشان اعتراض به اعدام ها در ایران اینجا افراشته شده و سخنران ها از ایرانی، اسرائیلی و اوکراینی هستند و در برنامه هم به زبان انگلیسی هست هم به زبان فارسی. در طول از زمان شروع جنگ بین اسرائیل و غزه مشخصا ما اضافه شدن پرچم اسرائیل رو به تجمع ها و برنامه های گروه های پادشاهی خواه میبینیم و امروز میشه گفتش که این همراهی دیگه به اوج خودش رسیده و به بهانه سالگرد 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا همونجوری که میشنوید در بین شعارها، شعار ثابتی که در تمام مدت داده شده قرار داد، درخواست قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی بریتانیا است. امروز 11 فوریه 22 بهمن همزمان با سالگرد انقلاب 57، ایرانیان ساکن فرانسه در میدان هوگو نزدیک به سفارت ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع که توسط مخالفان جمهوری اسلامی تدارک دیده شد، به اعتراض به 45 سال سرکوب، اعدام، زندانی کردن و فشار بر روی ایرانیان و خانواده زندانیان سیاسی برگزار شد. یکی از اعتراضات مهم در تجمع امروز که در پشت سر من داره برگزار میشه درباره احکام اعدام در ایران بود. همطور که میدونین مجموعه فعالان حقوق بشر اعلام کردند که تنها در ماه گذشته تقریبا 90 نفر در ایران اعدام شدند. من مصاحبه‌ای داشتم با خانم مرضیه محبی که با هم دیگه مصاحبه رو می‌بینیم. این یادآوری‌ها، این در واقع تذکرات به افکار عمومی باعث میشه که رژیم هم احساس کنه که واقعا نمیتونه هر جور بخواد با اونا رفتار کنه. مضاف به اینکه من فکر میکنم که تمرکز رو تنها اعدام نباید بکنیم، چون اعدام اون جنبه‌ایه که رژیم داره به طور قانونی با اتکا به قوانین خودش مردم رو از بین میبره، حذف میکنه، محو میکنه، در حالی که امروز جمهوری اسلامی اون قسمتی که غیر قانونی داره میکشه خیلی وسیع تره. سوخت برار میکشه، کوله برار میکشه، مردم تو خیابون میکشه، تو زندان دارو میده، بچه ها میان بیرون تحت عنوان خودکشی از بین میرن، با آلودگی هوا از بین میبره مردم و با از بین بردن محیط زیست داره نابود میکنه و همه در واقع همه زوایای حیات آدم ها داره تجاوز میکنه. اینه که محدود کردن این فعالیت رو صرف اعدام، یک به نظر من این معنیش اینه که این یک نظامیه که داره مبتنی با قانون عمل میکنه، در حالی که هیچ چیزی متکی بر قانون نیست و همه فقط یک دیکتاتوری افسار گسیخته ضد مردمیه. حالا باید دید که آیا این تجمعات اعتراضی میتونه تأثیری بر کم شدن فشار و سرکوب و اعدام در ایران داشته باشه. من این سوال رو از جواد جواهری از اعضای انجمن ندای ایران پرسیدم. با هم میشنویم. حتما تأثیر داره. جمهوری اسلامی الان واقعا داره آخرین تقلاهای خودش میکنه برای کار موندن
و حاضر دست به هر جنایتی بزنه. آخر کار رژیم‌های دیکتاتوری همیشه با خشونت زیادی همراه هست. برای همین ما باید سعی کنیم هزینه این رو برای مردم ایران کم بکنیم. حضور ایرانیان در خارج از کشور، حضور پرشورشون، پر جمعیتشون دوباره اگه ما بتونیم بیایم توی خیابونا نشون بدیم به جمهوری اسلامی که نمیتونه در خلوت خودش دست به کشتار جوانهای مردم بزنه، حتما فایده داره، حتما. برای همین من از همه ایرانیان دعوت میکنم که دوباره همه جای دنیا به خیابون برگردن و دوباره اینجا به جمهوری اسلامی نشون بدن که ما هستیم، بیدار هستیم و نمیذاریم که اونها به این جنایت خودشون ادامه بدن. ایرانیان در پاریس هم مانند شهرهای دیگه در جهان با شعار نه به جمهوری اسلامی در همراهی و همیاری مردم ایران بر علیه فشار و سرکوب بر خانواده زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر و مدنی در ایران دور هم جمع شدند و بار دیگه صدا و تصویر مردم ایران در جهان شدند. مهدی صدرنژاد، پاریس. مثل شهرهای دیگه در جهان، در تورنتو هم تجمعی برگزار شده، همینطور که میبینید کسانی که پشت سر من هستن با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید عکسایی از شاهزاده رضا پهلوی در خیابان یانگ دارن راهپیمایی میکنن و خب شعارهایی رو علیه جمهوری اسلامی دارن میدن. اینجا من در کنار خودم آقای عباس حیدری رو دارم که از برگزار کنندگان این تجمع هستش. آقای حیدری لطفاً برامون توضیح بدید، یه مقدار اگر عقب‌تر وایسید برامون بگید که خب انگیزتون از برگزاری این تجمع چه هست؟ با درود به همه بینندگان شما عرض کنم خدمتتون، امروز همینجوری که برای همه مشخصه روز شوم 22 بهمن هست که ما اعتراض خودمون رو به صورت راهپیمایی داریم نشون میدیم و خیلی هدفمند میریم جلو و تنها به حساب هدفی که داریم اینه که این روز شوم رو، این روز ننگ رو، اعتراض خودمون رو 100% اعلام بکنیم و همینطور شاهزاده رضا شاه که ما فالوورش هستیم، دنبال روش هستیم و تنها آلترناتیو ما هست برای رهبری این جنبش، بهش اعتماد داریم، بهش ایمان داریم، بهش اعتقاد داریم و امیدواریم با هوشیاری و درایت ایشون بتونیم این حرکت رو پیش ببریم و ملت ایران رو از دست شیاطین اهریمن حاکم در ایران نجات بدیم. ممنون از شما آقای حیدری که وقت خودتون رو به ما دادین. کوروش، باید اشاره بکنم که خب این تنها برنامه ای نیست که در تورنتو داره برگزار میشه. کاروانی از خودروها قراره که در خیابان یانگ حرکت بکنن، اونجا هم با قرار دادن پرچم‌های شیر خورشید دارن اعتراض خودشون رو نشون میدن و همینطور این تجمعی از این دست قراره که در شهرهای مونترال، ونکوور، کلگری همینطور برگزار بشه و خب بینندگان میتونن این رو در بخش‌های مختلف خبری دنبال. This is an important day for the establishment here. It's always been used to highlight its achievements and rally the people around the ideologies which fueled the revolution in 1979. But it's been a tumultuous year here, from a crumbling economy, rapid unemployment and a brutal crackdown on dissent. Many Iranians are frustrated, but the ones that did come out here today did so for one reason. It's our duty to participate. This revolution is the result of lots of blood that was spilled. There were many victims for the revolution, so it's our duty to protect it. I think it's the duty of every Iranian to support the revolution and the country. By coming here, we show that we stand by the revolution, despite all the difficulties and problems. I'm here today to say I support the Supreme Leader forever. We are all united and will never stop supporting the leader. That unity is what President Ebrahim Raisi is praising here. 45 years on, despite unprecedented foreign pressures and internal discontent, this is the Iran the authorities want to highlight. Dorsa Jabari, Al Jazeera, Tehran. بحث روز قدس ما مردمی که یا انتخابات، به ویژه انتخابات، به ویژه انتخابات که خانمی که شعله حجاب بی حجابه 10 بار باش مسابقه کنیم، 100 بارم تلویزیون نشون بده، همون خانم رو 2 روز بعد از انتخابات، 2 روز بعد از 22 بهمن نویده تو خیابون گشت ارشاد یا هر اسمی که داره به زور بگیرن اون خانم رو سوار ون کنن ببرن. اینا
اینا پارادوکسه، اینا نفاقه، اینا ریاست، اینا گول زدن فریب دادن مردم. 22 بهمن روز خیانت ما به پادشاه میهن. 22 بهمن روزی که شیخ و توده با خلق اجتماع شد. 22 بهمن روزی که سرخ و سیاه تبدیل به ارتجا شد. 22 بهمن با صد فریب و حیله عکسش به ما دیدیم، من را به نسیه دادیم، در تب به خواب رفتیم، باز و رقی شکسته سمت سراب رفتیم. 22 بهمن تو فاله های شورش هنوز بر جا مانده، بازنده آن کسی که با ملتش نمانده، باقی تنها نجات ایران من بیداریست، هر کس این بس بخوابد یقین بدان با ما نیست، شرم بر آن قلبی که مهر وطن ندارد، بریده باد زبانی کاین بانگ به تن ندارد، باقی تنها نجات ایران من بیداریست، هر کس این بس بخوابد یقین بدان با ما نیست. 22 بهمن روز خیانت ما به پادشاه میهن. 22 بهمن روزی که شیخ و توده با خلق اجتماع شد. 22 بهمن روزی که سرخ و سیاه تبدیل به ارتجاع شد. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را میخونه. همیشگی ما زنده باد ایران ایرانی با شرف و لعنت به هر چی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به جمهوری اسلامی به هر نحوی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه.